کوچکست، پادکست مهاجرت. سلام و خوش اومدید به یک اپیزود جدید کوچکست. همینجور که میدونید این پادکست در مورد مهاجرت هست و افرادی که در سالهای خیلی خیلی گذشته به کشور جدیدی مهاجرت کردن، مثلا به آلمان. و مهمون جدید ما امروز گلینه عطایی است. سلام گلینه جان. سلام بامنا جان، خوشحالم که در کوچکاست مهمون هستم. بسیار عالی، خیلی خوشحالم که مهمونت هستم. مرسی که دعوت ما رو قبول کردی و گلینه رو بذارید کوتاه معرفی کنم. خبرنگار ارشد شبکه آرده هستش و همکار من هستش و سالیان سالی که همدیگر میشناسیم. و قبل از اینکه بیایم به اتفاقات جدیدی که در زندگی رخ داده، میخوایم برگردیم طبق روال این کوچکست به عقب و ازت میخوام بپرسم که کی بود، چند ساله بودی و چرا ایران رو ترک کردی؟ کی مهاجرت کردیم با مادر پدرم؟ اوکی، سال 1980 بودش، سپتامبر 1980. تا آنجایی که من میدونم 3 روز قبل از اینکه حمله صدام حسین به ایران شروع بشه. چند ساله بودی؟ من تقریبا، من 5 سال داشتم میرفتم تو 6 سالگی و یادم میاد که در تهران مهد کودک مدرسه آلمانی رو میرفتم و فکر میکنم که 5-6 ماهی اونجا بودم قبل از اینکه مدرسه بسته بشه و مهد کودکش هم بسته بشه. و تنها خاطراتی که دارم از اون تقریبا میشه گفتش که چند ماه قبل از مهاجرت هستش، که احساس میکردم که خب واقعا یه سری اختلاف نظر در خانواده پیش اومده و مادر پدر خب خیلی در فشار هستن و نمیدونن که آینده من چه خواهد شد و تمام برنامه ریزی هایی که داشتم برای زندگی خودشون، برای زندگی من، تمام اینا در واقع متزلزل شده و داره از بین میره. و یادم میاد که مادرم، پدرم در تظاهرات شرکت میکردن و با چه نگرانی به آینده نگاه میکنن. من یادم میاد مادر پدرم ناراحت میشدن از این که مثلا کسایی به ما زنگ میزدن که به بهانه این که بخوان چه میدونم چند تا بشقاب بخرن، به خاطر اینکه مادر پدرم اون زمان داشتن فکر میکردن که تمام لوازم خانگی رو بفروشن. حتی عروسک منو گذاشتن اونجا و نتونستم با خودم ببرم. در واقع با فقط 3-4 تا چمدون اومدیم آلمان و من یادم میاد که یه کسایی خب زنگ میزدن که تهدیدمون میکردن و بعدو بیرا میگفتن، به خاطر اینکه متوجه می شدن که آهان یک کسی داره میره، یه خانواده داره ایران رو ترک میکنه، بنابراین اینا مخالف انقلاب هستن. و یه همچین صحنه هایی یادم میاد. و از اون روزی که خارج می شدین و سوار هواپیما شدین چه خاطره ای داری؟ اون روزی که خارج می شدین و من یادم نمیاد، حتی از مادر پدرم که میپرسم احساس میکنم که خاطراتشون خیلی مبهم هستش. من میدونم که پدرم زودتر کشور رو ترک کردش و رفت آلمان. آلمانم به بهانه اینکه همکارانش آلمانی بودن، خیلی از مهندسای اون زمان آلمانی بودن و خب 2-3 نفر اونجا خیلی خوب میشناختش و مادرم از طرف دیگر میگفتش که آمریکا خیلی دوره و ما اگه بریم آمریکا اصلا نمیتونیم تماسمون و ارتباطمون رو با ایران نگه داریم. از سوی دیگر فکر میکردن که شاید به زودی برگردیم، شاید این کابوس به زودی تموم بشه. میتونی قبل از شروع جنگ فکر میکنم که خیلی ها این فکر رو داشتن، ولی هر وقت جنگ شروع شد و هر وقت دیگه اون دولت بختیار از بین رفتش، من فکر میکنم که خیلی ها میدونستن که دیگه اوکی، این در واقع شروع پایان هستش و شاید خیلی ها تا مدت ها نتونن برگردن. خب گفتی از خروجت خاطره نداری، از اولین روز در آلمان یا اوائل ورودت در آلمان خاطره داری؟
فکر میکنم که اولین روزها در آلمان اونم یه مقدار محو شده. یه چیزی البته یادم میاد که با دست و پا صحبت میکردم با هم کلاسیا با دست و پا اونو صحبت که میشناسم می بله همه که فکر کنم گوش میدن اینو میشناسم این تجربه رو و اینی که جلوی مدیر مدرسه آن زمانی که پدرم منو معرفی کردش یادم میاد که میبستی چند تا آهنگ میخوندم که خب ثابت بکنم که آلمانی بلد هستم، و چون مهد کودک مدرسه آلمانی رو رفته بودم خب یه سری آهنگای دوران بچگی رو یاد گرفته بودم، مثلا آلمان انتشن یا همچین چیزی، و پدرم همیشه تعریف میکنه که من واقعا این آهنگو خوندم و ثابت کردم که آلمانی بلدم در حالی که اصلا بلد نبودم. و در واقع یه سال قبل از شروع رسمی منو معرفی کرد به مدرسه، به خاطر اینکه یه دوست آلمانی داشتیم که معلم بودش و خیلی معتقد بودش که من در واقع با 5 سالگی هم میتونم برم مدرسه و همینطور هم بود. من همیشه معلمای آلمانی من میگن که در عرض 3 هفته 4 هفته من واقعا زبون آلمانی رو یاد گرفتم بدونی که خودم متوجه بشم، چیزی که خب من خیلی یعنی احساسات اون زمان هنوز برای من خیلی زنده هستش. از یه خانواده خیلی بزرگی می اومدم و با افراد گوناگونی همیشه بودم، یعنی من یه سری با مادر بزرگم بودم با خاله مامان بودم و اونا در واقع از من مواظبت می کردن، و با رفتنمون از ایران خب خانواده در واقع تبدیل شد به مادر پدر و بچه و این خب واقعا یه اثر خیلی بزرگی داشتش روی روحیه بچه، از اونجایی که از یه طرف احساس مسئولیت میکرد برای مادر پدر که آلمانیشون به خوبی زبان آلمانی بچه نبودش، یعنی با اینکه کوچیک بودی و 6-7 سالت بود درسته، ولی خب من در یک مدت خیلی کوتاهی زبان آلمانی رو یاد گرفتم و من یادم میاد که حتی در کلاس 3-4 نامه برای مادر پدرم می نوشتم به زبان آلمانی. حتی اون زمان بهشون کمک می کردم. البته خیلی هم آلمانی و فارسی رو با هم دیگه چیز می کردم، در واقع میکس می کردم، با هم دیگه صحبت می کردم، اون هم یادم میاد. و دیگه چی آدم میاد میگه این تنها بودن مادر پدر و اینی که اولین کاری که کردن عکسای ایرانو تو قابای قشنگ قابای خاتم گذاشته بودن به دیوار آویزون کرده بودن و عکسای میدون شهیاد اون زمان، و با خانواده خیلی در تماس بودن، البته با شرایط اون زمان که فکر میکنم برای ما الان واقعا غیر قابل تصوره. اون زمان ما نامه هوایی مینوشتیم، من درست یادم میاد که یک کاغذ آبی رنگ بودش با خطای ریز دقیقاً یادم. و خب این کاغذ خیلی سبک بودش اون زمان و همیشه یادم میاد که 3-4 صفحه بودش که می نوشتم به هم دیگه، به خصوص خب بین مادر پدر بزرگم و مادرم اینا مرتب با هم دیگه مکاتبه داشتن و نامه نگاری داشتن. و خب واقعا این که آدم بدون اینترنت اصلا تماس با ایران، خب واقعا تو اون شرایط خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. درست، و شرایط خیلی بحرانی هم بود دیگه اون دوران اول انقلاب. دقیقاً اون زمانی که بعد بالاخره تونستیم بعد از 3 سال تونستیم اولین بار به ایران برگردیم، البته پدرم نه ولی مادرم و من، اون زمان من یادم میاد که خونه مادر پدر بزرگم که رفته بودیم شیشه ها رو که من دیدم که اینجوری با چسبونده بودن ناراحت شده بودم. اصلا کلا با هر خبری که خب میشنیدیم با موج کوتاه یا نمیدونم تو اخبار آلمان میشنیدیم از اتفاقات جنگ، خب همیشه آدم یه جوری تحت تاثیر قرار میگرفت و نگران میشد و دلهوره داشتش که الان چی شده اونجا، چه اتفاقی افتاده. و بعدم با 1000 بدبختی این خطوط تلفنی اون زمان من یادم میاد که چندین بار آدم هی میگرفت میذاش و دوباره امتحان میکرد. درست، و چقدر گرون بود. بله کاملا خیلی گرون بود، ولی خب زندگی واقعا از این بر به اون بر شد برای مادر پدرم، به خاطر اینکه توی دههی واقعا با هم دیگه آشنا شدن که همه چی رو به بهبود بودش و
آنطور که تعریف میکنن واقعا میشه گفت که خب درآمدشون چند برابر شد، یعنی واقعا جزء اون قشر متوسط بودن که روز به روز متوجه در واقع پیشرفت زندگی میشد. و واقعا من میتونم ببینم تو عکس ها واقعا مشخص هستش که زندگی چجوری تو این دهه آخر قبل از انقلاب متفاوت بود و واقعا یه شوک عاطفی براشون بود، یعنی این مهاجرت. و اینی که همیشه تو این تصور بودن، به خصوص تو این یکی دو سال اول، که میتونن برگردن. حتی به دوستای آلمانیشون حتی میگفتن که نه گلینه تو کلاس هشتم ما اصلا فکر نمی کنیم که اینجا بمونیم، ما برمیگردیم به ایران. تا اینکه بعد از 10 سال متوجه شدن که نه، این در واقع یه جوری یه انگاری که در واقع خودشونو گول زده بودن یه مقدار و یه خاطره بودش و یه آرزویی بودش که هرگز نمیشه آدم بهش رسید. از تجربیات تو مدرسه بگو، چه خاطراتی داری؟ اذیت میشدی به خاطر مثلا زبان ندونستن یا رفتار معلم ها با چطور بود؟ به خاطر زبان ندونستن اذیت نمیشدم، ولی از بچگیم احساس میکردم که حالا چجوری بگم، خیلی نمیتونم بگم خیلی تکم، ولی کاملا متوجه بودم که داستان من با داستان شاگردان دیگه فرق میکنه. تنها کل سیاه بودی در کلاس؟ دقیقا اینو میشه گفت. البته چرا، یکی دوتا ایتالیایی داشتیم و من یادم میاد که بهترین دوستای من یه زمانی بیشتر بچه خارجی ها بودن. مثل من. البته تو یه جای بزرگتری بزرگ شدی، من واقعا توی ده 3000 نفره بزرگ شدم. نزدیک هایدلبرگ بودی نه؟ نزدیک هایدلبرگ در دهی به نام هوفنهایم که بعدم به خاطر فوتبالش چقدر معروف شدش. ولی اون زمان خب واقعا یه جای خیلی کوچیکی بود و از تهران چند میلیونی آدم بیاد به یه همچین دهی و نزدیک جنگلا زندگی بکنه، واقعا میگم یه اصلا یه زندگی دیگری بود برای مادر پدرم. بچین ریحون بچین دستات قربون، تو داری باغ گل مباغ ریحون، دل تو عطر ریحون عزیزم، دل ما پرتقال تلخ و پرخون، چو کفتر میبرم بر دور عالم، نمیدونم کجا بنشینم از غم، بگو با مثلا باهات بدرفتاری میکردن یا تحویل نمیگرفتن یا چی؟ بدرفتاری نمیکردن. اتفاقا آلمانی من به زودی بهتر از آلمانی خود آلمانیا شده بود، ولی خب مثلا متوجه میشدم کلاس چهارم که در آلمان هنوزم رسمشه که در واقع از طرف معلمان بگن که خب تو الان میتونی فلان مدرسه رو بری، میتونی مثلا دیپلمتو بگیری، یا این که ما توصیه نمیکنیم. آره، بری هاپشوله مثلا، که گیمنازیوم بری و به نظر ما بهتره که رئال شوله بری، یعنی اصلا دیپلمتو نگیری یا مثلا بعداً اون زمان تصمیم کلاس دهم تصمیم بگیری که آیا میتونی دیپلمتو بگیری یا نه. و خب مادر پدرم سخت مخالف بودن.
و با معلم ها همیشه گفتگو داشتن و بحث داشتن که نه خب این ما خانوادمون اکثریتشون درس خوندن و ما حتما میخوایم که گلینه دیپلمش رو بگیره، این خیلی برامون مهمه، یه دلیل اصلی مهاجرت این بوده که بتونه درسش رو اینجا ادامه بده و شاگرد خوبی بشه و و و و, و. خب این چیزا من کاملا احساس میکردم که معلمان با اون کلیشه هایی که از بچه خارجی داشتن با من روبرو می شدن. نمیتونم بگم که واقعا یه تبعیضی حس کردم، شاید بعدنا حس کردم موقعی تینیجری. معلم آلمانیم همیشه با من یه مقداری حالت لجبازی داشتش که البته اونم برطرف شد هر وقت متوجه شدن که آلمانیم چقدر قویه. ولی چرا کم و بیش این حالت تبعیض رو می دیدم. مثلا یه اتفاق خیلی بامزه این بود که اون زمان که بچه ها رو ثبت می کردن برای مدرسه، می بستی می گفتن که بچه چه دینی داره. من فکر می کنم این سوال رو الان اصلا دیگه نکنن و مثلا می پرسیدن بچه مثلا کاتولیک یا پروتستانت یا یه دین دیگه ای داره و پدرم عمدن این سوال رو جواب نداده بود. و من یادم میاد که بعدن یکی از معلم‌ها رفته بود سراغ پرونده من و پرونده رو باز کرده بود تا اینکه ببینه که من چه دینی دارم و خیلی تعجب کرده بود که اون قسمتی که راجع به دین هستش همینطور بدون جواب مونده و حتما خواست از من بدونه که خب من از کجا میام، چه دینی دارم. و من یادم میاد که حتی در اولین من فکر من کلاس سوم یا چهارم بودم که به من گفتن که میشه حالا یه دفعه مثلا چادر و جا نماز رو بیاری مدرسه و ما به بچه های دیگه مثلا معرفی بکنیم. کسایی که تا حالا مثلا همچین چیزی رو ندیده بودن. من یادم میاد با چه احتیاطی معلم دینیمون اون موقع مثلا این جا نماز رو مثلا باز میکرد میبستش، خیلی همچین با احتیاط و احترام. و بعدشم در گیمنازیوم من آره یادم میاد که کلاس دینی رو میرفتم و یه زمانی یه چند سالی نرفتم، ولی بعد بیشتر درس اخلاق بوده شانسن درس دین. ولی خب همیشه من در واقع تو اون نقش کسی بودم که میبستی اسلام رو توضیح میداد. درسته. میخوام به اینجا برسم که پافشاری پدر مادرت کمک کرد که دیپلومت رو بگیری و بری دانشگاه. بعد چی خوندی؟ درسته. البته من خیلی دوست داشتم که اسلام شناسی رو بخونم، ولی آخر سر رسید به ایران شناسی که در واقع رشته فرعی دانشگاه هایدلبرگ بودش، یه بخشی از اون رشته اسلام شناسی در واقع بودش. و زبان و ادبیات فرانسه و اسپانیا رو خوندم، علوم سیاسی خوندم، ایران شناسی خوندم و یه سالم در فرانسه زندگی کردم، اونجا لیسانسم رو گرفتم و در واقع اون زمینه‌ای که برای من خیلی جذاب بودش ادبیات شمال آفریقا بودش به زبان فرانسوی و تمام داستان‌های، یعنی در واقع بازتاب این موضوع کلونیالیسموس به فارسی چی میشه؟ مستعمره. دقیقاً. یعنی در واقع تجربه‌های اون کشورهایی که مستعمره قدیمی فرانسه بودن، روابط اونها با فرانسه و بازتاب این رابطه در ادبیات آفریقای شمالی. این سوژه خیلی برام جالب بودش و سرانجام تز فوق لیسانسم راجع به این سوژه نوشتم. خب قبل از اینکه بیایم سراغ شغلت که خبرنگاری هست و اصلا چرا خبرنگار شدی، اولین کارت در آلمان چی بود؟ اولین کاری که در واقع دانشجویی، حالا کار تینیجری نمیدونم، اولین کاری که پول در آوردی. اولین کاری که پول در آوردم، اوکی. فکر میکنم همون خبرنگاری بودش، منتها برای روزنامه محلی شهرمون کار میکردم، همون شهری که دیپلممو گرفته بودم، برای اونجا کار میکردم و میشه گفت رو تمام سوژه ها کار میکردم، از مصاحبه با شهردار تا مصاحبه با کسایی که کلاین تیت سوشتا فاین، اینو فقط من نمیدونم به فارسی چی میشه، کسایی که حیوانات کوچیک رو پرورش میدن. دقیقا. خب این یه چیزی هستش که در
دهات خیلی کوچیک آلمان. من فکر میکنم خیلی ها هستن که دنبال یه همچین چیزهایی میرن و من فقط میخوام بگم که واقعا هیچ سوژه‌ای برای من کوچیک و بی اهمیت نبود. من تمام این کارا رو میکردم که با آدمای مختلف واقعا آشنا بشم. واقعا رو همه چی کار میکردم. نوشتن رو خیلی دوست داشتم اون زمان و نمیدونستم که آیا واقعا میخوام برم رادیو تلویزیون. یه مدتی فکر میکردم که وای نه، رادیو دیگه برای من دیگه بهترین راه هستش و دلم میخواد برای رادیو کار کنم. بعد یه آن یه قراردادی جور شد، یه قرارداد چند ساله با تلویزیون که گفتم اوکی من از این فرصت استفاده کنم و یه در واقع یه دوران یه سال و نیم داشتم که دوران تحصیلات بودش بعد از اینکه این کنکور رادیو تلویزیون آلمان رو قبول شده بودم، که خب اونجا ما با تمام رسانه ها کار یعنی هم رادیو رو یاد می گرفتیم، هم تلویزیون و فیلم برداری رو یاد می گرفتیم، هم نوشتن متن برای اینترنت رو یاد می گرفتیم و اینطور بود که دیگه سال 2003 فکر می کنم 2003 بودش جنگ عراق، نه؟ آره فکر کنم. آره من در واقع از اون دوران تحصیلات اومده بودم بیرون و داشتم برای اخبار محلی ایالت راینلند فالس کار می کردم. برای SVR یا کجا؟ برای زودوست رونفونگ، بله. بعد اونجا که 2003 من یادم میاد که ما خیلی خودمون رو آماده کرده بودیم برای این جنگ عراق و از ماه‌ها قبل واقعا نشسته بودیم روی سوژه های مختلف کار کرده بودیم. من جمله مثلا خبرنگارای آمریکایی مثلا یا خبرنگارای غربی اونجا با در واقع که با پروپاگاندای ارتش آمریکا روبرو میشن، مثلا چه عکس العملی باید نشون بدن، از چه منابعی باید استفاده بکنیم، مثلا منابع قابل اعتماد عربی چه مثلا چه کانالایی هستن، چه تصاویری رو میتونیم استفاده بکنیم، با چه نقصای مثلا حقوق بشری ما روبرو خواهیم شد و تمام این سوالا رو ما جمع آوری کرده بودیم و گروه های کاری تشکیل داده بودیم که واقعا میشه گفتش که این جنگ که سرانجام 2003 شروع شدش یکی از اتفاقایی بود تو زندگی خبرنگاری من که میتونم بگم واقعا با آمادگی ذهنی ما اولین گزارش ها رو تهیه کردیم. و بعدش اومدی به سمت شبکه که منم براش کار میکنم VDR و اینجا بعد کورسپوندنت شدی. کدوم کشورها بودی؟ یه ذره از تجربیاتت بگو. البته باید بگم که من بعد از اینکه این کار من داشتم در واقع اخبار تهیه میکردم که از خود آلمان ما در واقع منابع عربی زبان و منابع آمریکایی رو جمع آوری می کردیم و از روی اینا ما فیلم می ساختیم و بعد از این موقع من فکر کنم اولین باری که رفتم برای شرکت قدیمیم رفتم قاهره سال 2004 بودش. اون زمان که جنگ عراق شروع شد و تمام این ناآرامی‌هایی که تو سالیان سال در عراق داشتیم، خیلی جالبه من هر وقت مقایسه میکنم با الان متوجه میشم که ما واقعا چندین سال ما این موضوع عراق از اخبار اصلا خارج نمیشد. ما تقریبا حتی در سال دوم و سوم و چهارم جنگ ما هنوزم گزارش داشتیم در مورد وضع اوضاع عراق و بمبگذاری و کشته شدن و مجروح شدن سربازای آمریکایی یا خود عراقی ها. خیلی راجع به این موضوع صحبت شد. شاید داشتیم مقایسه کرد با افغانستان الان. نمیدونم آیا میشه مقایسه کرد بامداد جان، به خاطر اینکه من احساس میکنم که ما سرعتمون خیلی تندتر شده. یعنی ما شاید چندین هفته راجع به یه بحران گزارش تهیه بکنیم و بعد دوباره انگار این که ذهنمون نمیتونه تمرکز بکنه روی یه جا فقط و همش از این سوژه به اون سوژه میپریم. یعنی اون زمان من واقعا احساس میکردم که ما واقعا انگار این که مثلا وظیفمون هستش که بفهمیم که سنی یعنی چی، شیعه یعنی چی. چقدر من یادم میاد راجبه شکنجه آمریکایی ها در زندان‌های عراقی ما فیلم تهیه کردیم و چقدر راجبه صحبت کردیم. الان من احساس میکنم که همه چی خیلی
ما مثلا میایم دو سه هفته راجبه یه موضوع صحبت میکنیم یا مثلا یه ماه شاید مثلا راجبش صحبت میکنیم، بعد اصلا سوژه دیگه فراموش میشه. درسته. درسته. الان من میتونم بگم واقعا افغانستان داره فراموش میشه. درسته. و واقعا با این اتفاقاتی که من الان دارم تو افغانستان میبینم، اون سالها سال 2004 5 6 من با اون زمان مقایسه میکنم میبینم ما هنوزم راجبه عراق همینطور اخبار داشتیم. یادم میاد که من هر کریسمسی که ما داشتیم، من خب کریسمس ها خیلی قاهره بودم چون یه زمانی میرفتم و میومدم، یه چند هفته اونجا بودم و دوباره برمیگشتم آلمان، و هر کریسمس راجب جشنهای مسیحی ها در بغداد فیلم داشتیم برای اخبار اصلیمون در واقع. و یه زمانی اصلا رفتم قاهره زندگی کردم، تقریبا یه دو سال و نیمی اونجا بودم. بیروت من قلبی سلام لبیروت و قبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعم نار ودخان لبيروت مجد من رماد لبيروت من دم لولد حمل فوق يدها أطفأت مدينتي قنديدها أغلقت بابها أصبحت في المساء وحدها وحدها ولا ينوم. بعدش تصمیم گرفتم که در واقع برگردم آلمان و اصلا مسیرم از اون موقع به بعد دیگه عوض شد، به خاطر که رفتم به یه شرکتی که در واقع حالا اینو من چجوری توضیح بدم، یه شرکت متفاوتی که خب جاهای دیگر رو در دنیا ازش گزارش تهیه میکرده، یعنی استودیویی که مثلا یه استودیو داشت در مسکو یا استودیو داشت در واشنگتن، اون شرکت قبلی این امکاناتو نداشتش. به خاطر اینکه رادیو تلویزیون آلمان شبکه یک فدرال هستش، تمام این شرکت های کوچیک که شامل این شبکه هستن یه گوشه از دنیا رو گرفتن و گزارش ازش تهیه میکنن، و من خب از اون دنیای عرب رفتم به یه شرکتی که خبرنگاری روسیه و اروپای شرقی و آمریکا رو و آفریقای مرکزی رو به عهده گرفته بود. ودعه دقیقاً. اومدم اونجا و دیگه چی شد نمیدونم. دیگه بعد رفتی مسکو، دیگه 5 سال مسکو بودی. آره، یه زمانی برای برنامه صبحگاهی کار میکردم. من یادم میاد که یه گزارشی هم حتی از ایران تهیه کردم، یعنی رفتم قبل از اینکه وارد بده بشم رفتم ایران و گفتم که میخوام حتما یه پروژه بود که یه سال روش کار کرده بودم که میخواستم واقعا حتما یه کاری از ایران انجام بدم، و اون موقع خبرنگار آزاد بودم و یه سال قبل از جنبش سبز بودش و اتفاقات 88 در ایران. رفتم ایران و با یه سری زوار که میخواستن از تهران به کربلا زیارت کنن همراه اونا شدم. من یادم میاد هنوز یه خانومی و دخترش، خانوم از در بنیاد شهید کار میکرد و دخترش، و من کاملا یادمه که این گفتگوها و بحث هایی که بین این دوتا بود،
من چگونه واقعا تحت تاثیر اونا قرار گرفتم. من همیشه احساس میکردم که این تنش هایی که وجود داره بین نسل جوان و نسل مادر پدر، اینا باعث میشه که اتفاقی در ایران بیفته و اون حس شیشومم درست بود اون زمان، به خاطر اینکه چندین ماه بعدش واقعا یه اتفاق خیلی بزرگی افتاد. با اینا رفتم کربلا و برگشتم و بعد کار جدیدم رو شروع کردم و بعدم رسید به سال 88 که به یه جایی رسیدیم که خود خبرنگارا که ایران بودن دیگه نمیتونستن تکون بخورن و نمیتونستن گزارشی تهیه بکنن و ما اینجا با فیلم هایی که دریافت میکردیم از طریق اینترنت در واقع رو اینا کار میکردیم و آنالیز میکردیم و با کمک اینا در واقع با کمک سوشال میدیا شبکه های مجازی در واقع سعی میکردیم که ایران رو توضیح بدیم. و دوباره بازم که الان مقایسه میکنم میبینم که ما چندین هفته فقط راجع به ایران صحبت کردیم، اتفاقی که اون موقع افتاد. من یادم میاد یعنی به کنفرانس دعوت میشدم، به کانال های دیگه دعوت میشدم که کارمون رو یه مقدار توضیح بدیم، چون خب اولین برخورد بود که اولین باری بود که ما تجربه کردیم که با سوشل میدیا کار کردن یعنی چی. درسته. در واقع این اتفاقات سال 88 ما رو وادار کردش که بیشتر به این منابع رجوع بکنیم و با تمام حالا ترس و نگرانی که داشتیم که منابع واقعی هستش یا جعلی، چون این نگرانی هنوزم در آلمان وجود داره، من احساس میکنم کشورهای دیگه خب خیلی بیشتر با این منابع کار میکنن، با سیتیزن جورنالیزم در واقع، با خبرنگارهای شهروندی. و این خب یه خبر خیلی بزرگی بود که ما داریم این منابع رو در واقع روش کار میکنیم، توضیح میدیم که چه اتفاقی فلان جا افتاده تو تهران، مثلا این شده اون شده. ما در واقع فقط از طریق این، از طریق توییتر و فیسبوک میتونیم تمام این چیزها رو دنبال بکنیم و هیچی دیگه. بعدش ماموریت هم در مسکو شروع شد، یه دنیایی که برای من اون زمان واقعا تازگی داشت. من فقط یادم میاد که یه سال در مدرسه روسی خونده بودم، ولی به خاطر اینکه به نظرم خیلی سخت میومد بعد از یه سال دیگه ادامهش ندادم و بعد شروع کردم دوباره روسی بخونم و اصلا انتظار نداشتم که در روسیه یا در اوکراین یه همچین اتفاقی بیفته که من در واقع خبرنگار جنگ بشم. هر جا بودی اتفاقی افتاده و خلاصه. آره درسته درسته، همون ماموریت هم که در قاهره داشتم اون جنگ سودان بودش، دارفور بودش که رفتم چندین بار، یه جنگ البته فقط 6 هفته‌ای بودش بین لبنان و اسرائیل که خب ما خیلی در لبنان کار کردیم و جاهای خیلی وحشتناک و واقعا ویران شده این کشور رو دیدیم و ولی آره درسته. انگار این که من اینجور جاها انگار این که یه جذابیت خاصی برای من داره، نمیدونم. و خب یک واقعا زمان خیلی سختی بود، ولی از لحاظ اون چالش های خبرنگاری من فکر میکنم خب یکی از مهمترین وقت های در واقع شغلی من بود تو زندگی. برگردیم به این داستان مهاجرت و کوچکست. در کشورهای مختلفی زندگی کردی، دلت برای آلمان تنگ می شد یا نمی شد؟ سوال خوبیه. فرانسه که زندگی می کردم احساس می کردم که می تونم تو فرانسه زندگی کنم، احساس می کردم که از همون دوران دانشجوییم احساس می کردم که فرانسه چقدر بازتر به دنیا نگاه میکنه، چقدر بیشتر در ارتباط با دنیا هستش، به خاطر خب تاریخ فرانسه، به خاطر حضور تمام این اقلیت‌های الجزیره‌ای و مراکشی در فرانسه. و در آلمان همیشه احساس میکردم زندگی یه مقدار که بگم محدودتر، ولی خب کلن احساس میکردم که سیاست خارجی مثلا فرانسه یا انگلستان خب خیلی با مال آلمان فرق میکنه و در فرانسه مثلا یه مجله هایی وجود داره که فقط در مورد مثلا سیاست خارجی فرانسه صحبت میکنن و توضیح میدن. مثلا دانشگاه که درس میخوندم مثلا یکی از کلاسام سیاست خارجی فرانسه بود،
که خب یه همچین چیزی رو من اصلا یه همچین دوره‌ای رو من در آلمان نداشتم. چرا تو خب تو علوم سیاسی داشتم، ولی اون در واقع یه درسی بود که تمام دانشجوها میبستی شرکت میکردن. یه جوری احساس میکردم که فرانسوی‌ها خب خیلی زودتر با این موضوع مهاجرت اسلامی روبرو شدن و کلن خب واقعا بیشتر تو مطبوعاتشون تو رسانه هاشون راجع به دنیا صحبت میشد نسبت به آلمان. این احساس رو همیشه داشتم. آیا اینکه دلم تنگ میشد برای آلمان؟ بستگی داره، نمیدونم. تو روسیه که زندگی میکردم احساس میکردم که تقریبا هیچ کس در آلمان متوجه نمیشه که در روسیه چه اتفاقی داره میفته. یه جوری احساس میکردم که خیلیا که به عنوان کارشناس دعوت میشن در تلویزیون خب واقعا تو کار زیباسازی هستن و نمیخوان با حقیقت روبرو بشن. و خیلی اوقات احساس میکردم که دوست داشتم که تماشاچیامو واقعا به خودم ببرم و ببرم به قول معروف به نزدیک به جبهه و دوست داشتم که وادارشون بکنم که صدای موشکا رو بشنون و خرابیا رو ببینن و با زندگی ویران شده مردم روبرو بشن و با تمام خرابی‌های اونجا روبرو بشن مستقیم، به خاطر که احساس می‌کردم که واقعا خیلی نمی‌دونن که اونجا چه اتفاقی داره می‌افته. خیلی سخت بود این تضاد و واقعا تحمل کردن که از یه طرف تو اینو خودت می‌بینی، از طرف دیگه احساس می‌کنی که خب اکثریت تماشاچی‌ها واقعا هیچی نمی‌دونن از اون چیزی که تو حس می‌کنی و تجربه می‌کنی. و این حالت هنوزم یه مقدار ادامه داره که من فکر میکنم خیلی ها در آلمان نمیخوان واقعیت رو در روسیه ببینن و نمیخوان متوجه بشن که ما وسط اروپای جنگی داریم که یه جنگ واقعا داغی هستش، نه یه جنگ سرد. و من فکر میکنم که میگم یه چیزی رو که من آدم واقعا متوجه میشه هر وقت در خارج زندگی میکنه و از یه آلمانی هم بپرسین که در آلمان به دنیا اومده باشه همین رو به شما خواهد گفت، اینه که در واقع آلمانی ها آرزو دارن توی سوئیس بزرگ زندگی بکنن و با دنیا زیاد روبرو نشن، زیاد ارتباطی نداشته باشن، چون اون دنیا خیلی به نظر خطرناک میاد و اصلا کلا میخوان واسه خودشون بمونن. ولی در عین حال به خاطر روابط اقتصادی که باید با دنیا داشته باشن، چون آلمان که کشوری نیستش که منابعی به اون صورت داشته باشه، باید با صادرات تکنولوژی در واقع زندگی بکنه، به خاطر همین وادار هستن که یه جوری با دنیا در ارتباط باشن. و این خب یه چیزیه که آدم کاملا احساس میکنه هر وقت در خارج زندگی میکنه که آلمانی‌ها دوستان چشاشون رو ببندن و زیاد به بیرون نگاه نکنن. این حالت به نظر من واقعا بیشتر و بیشتر داره میشه. در مورد تجربیاتت در روسیه کتاب نوشتی و الان هم یک کتاب جدیدی نوشتی، شاید بد نباشه الان در مورد کتاب جدیدت صحبت کنیم. در مورد کتاب جدیدم که تیترشو به فارسی ترجمه بکنم شاید بشه ایران آزادی یک زن است. آلمانیش چی میشه؟ آلمانیش میشه ایران دی فرایهایت است وایبلیش. و کتابیه که من در عرض یه سال و یه سال و نیم روش کار کردم، یه سال تا یه سال و نیم روش کار کردم و کتابیه که سالیان ساله که میخواستم بنویسم. میخواستم نمیدونم از کجا شروع کنم با اونا. از ایده این کتاب از کجا شروع شد؟ میدونستم که میخوام یه چیزی بنویسم راجع به نقش زنان در ایران. از اون زمانی که من بچه بودم و متوجه شده بودم که مادرم در چه خطری بود اون زمان، به خاطر اینکه در یه تظاهراتی شرکت کرده بود که من بعداً متوجه شدم آخرین تظاهرات زنان در تهران بود بر علیه حجاب اجباری، از اون زمان من میدونستم که زنان چه نقش اساسی دارن در تاریخ ایران و در تاریخ جمهوری اسلامی و همیشه دوست داشتم روی این سوژه کار کنم.
و همیشه دوست داشتم که مصاحبه های طولانی داشته باشم با کنشگران، با فعالان جامعه مدنی در ایران، تا اینکه بتونم کارشونو و تفکرشونو آشنا بکنم به آلمانیا و در واقع بهشون نشون بدم که در چه شرایطی اینا دارن کار میکنن و با چه تهدیدهایی روبرو هستن. و یک کاری بود، میدونی من نمیتونم بگم که من زیاد در ایران زندگی نکردم، ولی خب ایران همیشه در زندگی من بوده و من یادم میاد یه چند سالی من دوست نداشتم که اصلا خودم رو به عنوان یه ایرانی معرفی بکنم یا ایرانی تبار، به خصوص در دوران تینیجری من همیشه از این موضوع ایران فرار میکردم. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکردم که دید مردم عوض میشد نسبت به آدم، هر وقت خودم اینو میگفتش، به خاطر اینکه تابعیت آلمانی رو گرفتم برای من واقعا یه داستانی بود که چندین سال طول کشید، به خاطر اینکه این کشور متاسفانه همیشه در ارتباط با ترور در اخبار بودش و اون ایران واقعی رو که من می دیدم هر وقت با مادرم به ایران سفر می کردم یا خودم تنهایی به ایران سفر می کردم که دانشجو بودم اون زمان، خب اون ایران رو من کمتر تو اخبار می دیدم، یعنی پشت پرده چه اتفاقایی داره می افته، اشخاصی که در ذهنیتشون خیلی آزادتر هستن از زنانی که حتی در آلمان زندگی می کنن، در غرب زندگی می کنن. اون ایران رو من واقعا می تونم بگم مدت ها اصلا ندیدم اینجا تو رسانه ها. چون دل جانم بنشین چون جان احساس میکردم که اوکی اینو میخوان همش مثلا یه نگاهی با آدم میکردن انگار که اوکی تو از یه جایی عقب مونده ای میای. من یادم میاد 18 سال که داشتم تو مدرسه خیلی یعنی یه چند تا شاگرد دور و بر من بودن که خب خیلی نه که بگم نژاد پرست بودن، ولی خب واقعا براشون شاید قابل حزم نبودش که من از یه همچین کشوری میام و خیلی هم تأکید میکنم رو ریشه های ایرانیم و خیلی هم اتفاقا با افتخار به ریشه های ایرانی نگاه میکنم و خیلی تأکید میکنم به اینی که من فارسیمو حتما باید بهتر کنم و با دوستای ایرانیم حتما باید فارسی صحبت بکنم. خیلی برشون عجیب بود که من مثلا تو مدرسه از یه زبون میپریدم به یه زبون دیگه و خیلی هم یعنی بدون هیچ گونه مشکلات
همچنین براشون عجیب بود به خاطر که من واقعا یه اقلیت بودم و هنوز حضور خارجی ها تو گیمنازیوم زیاد جدی نبودش. اتفاقا تو این سالی که من دیپلممو گرفتم ما 3 تا ایرانی بودیم که خب خیلی زیاد بود برای همچین شهر کوچیکی خیلی زیاد بود. من فکر میکنم که 10 سال بعدش یا 20 سال بعدش خب کاملا به خصوص تو شهرهای بزرگ یه چیز خیلی طبیعی بودش که تو مدرسه ها مثلا تو یه کلاس مثلا 2-3 تا شاگرد ایرانی بودن یا ایرانی تبار بودن، ولی اون زمان خب واقعا یه چیز خیلی تکی بود. درست. و راحت نبود. من فکر میکنم اگه پسر میبودم حتی مشکل ترم میبود، ولی من همیشه اون احساس رو داشتم که من داستانم فرق میکنه و من نکه بگم سوای دیگران هستم، ولی خب همیشه یه حالت متفاوت بودن رو حس میکردم، یه همچین چیزی همیشه بود. درسته. به کجا رسیدیم الان؟ رسیدیم به کتابت. درسته. و داستان 9 زن رو در واقع و نوشتی، روایت کردی و باهاشون مصاحبه کردیم. بیا چند مثال بزن کیا هستن تو کتاب. درسته. با خانم سپهری، فاطمه سپهری حتما دوست داشتم آشنا بشم و به سخنرانیاشون گوش داده بودم. خانومی که محجبه هست و رژیم رو سخت میکوبه. درسته، درسته. من خب در خانواده پدریم در خانواده پدریم خب این زنان محجبه زیاد هستن، زنانی که چادر سیاه میپوشن و خانواده پدریم خب خیلی دیندار هستن و نسبت به خانواده مادریم، و برای من یه جذابیت خیلی خاصی داشتش که با خانم آشنا بشم که تقریبا ظاهرا شبیه مادر بزرگم باشه و ولی خب تفکرش و طرز تفکرش خیلی فرق بکنه با مادر بزرگم. هر وقت برام تعریف کردن که تازه در سن 14-15 سالگی خوندن و نوشتن و یاد گرفتن، یاد مادر بزرگ خودم افتادم که در سن 13 سالگی ازدواج کردش، درست مثل خانم سپهری، و اون زمان فقط 2-3 سال مدرسه رفته بود، یعنی یک کمی خوندن و نوشتن و بلد بودن، ولی اون زمان خب هیچ کس در خانواده پدریم که خیلی در واقع دیندار هستن اصلا تشویقش نمی کردن که درسش رو ادامه بده و به همین دلیل خب واقعا درس رو ادامه ندادن، مدرسه نرفتن و هیچ گونه به اون صورت تحصیلاتی نداشتن و این چجور بگم سیر تکامل یه شخص برام خیلی جالب بود که توی همچین سنی تازه خوندن و نوشتن و یاد بگیری و حتی خودتو به یه جایی برسونی که دانشگاه بری و لیسانستو یا فوق لیسانستو بگیری و این یک یعنی شاهد بودن یک انرژی که توی همچین کسی وجود داشتش که با وجود تمام موانعی که وجود داشتش خودش رو به یه جایی برسونه و بتونه به هدفش برسه، این خیلی برام جذاب بود که این داستان رو تعریف کنم. و به خصوص یه چیزی هم که خیلی برای من جالب بودش، ما در آلمان یا خیلی از آلمانیا کلن این کلیشه رو دارن که زنی که محجبه هستش و زنی که خودشو مسلمون میدونه خب معلومه که اسلام سیاسی رو هم قبول داره. و اتفاقا در مورد خانم سپهری میخواستم نشون بدم و میخواستم ثابت بکنم نه خیر اینطور نیست. آدم میتونه اتفاقا خیلی مسلمون باشه و با تمام وجودش این رژیم رو رد کنه و سوء استفاده سیاسی از دین رو رد کنه کاملا. و به خاطر همین من همیشه دوست داشتم که داستان خانم سپهری رو تعریف بکنم برای آلمانیا و به یه سری از دوستان که گفتم احساس کردم، یه سری دوستان آلمانی احساس کردم که این سوژه واقعا مهمه، به خاطر اینکه شاید یه مقدارم میتونه کمک بکنه که ما با موضوع اسلام در آلمان چجوری روبرو بشیم.
میدونی هر چیزی که یه مقدار کلیشه ها رو از بین میبره برای من واقعا مهمه. و یه چیزی هم که یه سوالی که خب من در این مورد همیشه باهاش روبرو میشم اینه که ما اگر راجع به پیشرفت در ایران صحبت میکنیم همیشه میگیم که خب دین، ما به این نتیجه رسیدیم بعد از 43 سال که دین واقعا یه چیز بدی هستش. این آدم خب خیلی میشنوه و این من همیشه جواب میدم که خب شما راجع به کدوم اسلام دارین صحبت میکنین؟ راجع به اسلام مادر بزرگ پدریم یا اسلام مادر بزرگ مادریم؟ چون این دوتا اسلام خیلی با هم دیگه متفاوت هستن. راجع به اسلام عمو پدرم دارین صحبت میکنین؟ راجع به اسلام پدر بزرگم؟ تو خود خانواده که من این تضاد رو میبینم، میدونم که یه چیزی به عنوان به قول آلمانیا در اسلام آن اسلام وجود نداره. من فکر کنم اسلام یا دین اون چیزی هستش که ما ازش در میاریم، اون چیزی که در تصوراتمون وجود داره، یعنی چند میلیون اسلام وجود داره در واقع. و من چیزی که واقعا منو تحت تاثیر قرار داد این ارزش‌های اخلاقی خانم سپهری بود و در واقع اون انرژی رو که از دین میگیره که به اون در اون ایده سیاسی شو چجوری اینو توضیح بدم، اون انرژی که از دین میگیره که اون برای تحقق اون ایده سیاسی که داره، این خیلی برام جالب بودش. و دیگه راجع به اشخاص دیگه چی بگم؟ دیگه به هر حال خیلی فیگورهای مختلفی در این کتاب هستن، بسیار متفاوت، بسیار متفاوت. اکثریتشون البته دهه 60 هستن، یعنی دهه 60 به دنیا اومدن و بعد از انقلاب، ولی دو نفر هستن که قبل از انقلاب به دنیا اومدن و تینیجر بودن هر وقت انقلاب پیش اومد، انقلاب اتفاق افتاد. و بعدن چقدر خوشحال بودم از این انتخاب، به خاطر اینکه خب واقعا میشه گفت دیدگاه‌های خیلی مختلف رو معرفی میکنم، ولی در این حال هم نشون میدم که چه دوستیایی به وجود اومده تو این خانواده ها با هم دیگه و چه وابستگی به وجود اومده، چه هماهنگی به وجود اومده و چگونه اینا به همدیگه رو تقویت میکنن و این خب یه حس خیلی زیبایی هستش. بذار بقیه هم اسم ببریم و بیایم به کم کم، چون داریم به آخر این پادکست میرسیم، بیایم به سوال آخرمون که خیلی مهم هست. در این کتاب مسیح علی نژاد هستش که دیگه احتیاج به معرفی نداره، دیگه از دختران انقلاب داری، کی بود؟ اعظم جنگروی، مریم شریعت مداری، داستان فرارشون به ترکیه، داستان مهاجرت، خانواده هاشون در ایران، تمام اتفاقایی که در خانواده افتاده، دیگه چی میتونم بگم؟ مسیح علی نژاد، مسیح و شیوا نظر آهاری کسایی بودن که خب من در سال 88 با کارشون آشنا شده بودم و یه سری از کاراشون رو برای آلمانیا توضیح داده بودم و معرفی کرده بودم و دوست داشتم که واقعا ببینم که خب از اون زمان به بعد اینا شخصیت هاشون چجوری تغییر کردش و به چه نتیجه رسیدن. یعنی این دو نفر رو من در واقع از اون همون سال 88 داشتم دنبال می‌کردم کارشون رو و دوست داشتم که حتما الان، یعنی به خاطر اینکه خب شیوا از ایران اومد به اروپا دو سال پیش، من دوست داشتم که بیشتر باهاش آشنا بشم، بیشتر با کارش و تفکرش آشنا بشم. طولانی‌ترین فصل اتفاقا داستان شیوا هستش. بله. یه داستان اساسی که از 88 چه باقی ماند. درسته. و 16 نوامبر در میاد کتابت، منتشر میشه و البته به زبان آلمانی هست. دوستانی که الان دارن این پادکست رو گوش میکنن شاید یه ذره براشون سخت باشه، ولی البته به امید این که ترجمه بشه، امیدوار حداقل به انگلیسی ترجمه بشه. یه چیزی هم که هستش اینه که ما در کشورهای انگلیسی زبان خب خیلی ادبیات ایرانی های نسل اول، دوم، سوم داریم، ولی در آلمان من آنچنان کمه نمیبینم. آره، بله، کمه واقعا. و
من این کتاب همچنین به این امید نوشتم که خب یه حالت، یعنی یه تشویقی بشه برای کسایی که اینجا زندگی میکنن، شاید هم اینجا به دنیا اومدن ولی دوست دارن که داستان مادر پدرشون رو تعریف کنن و با اون ایران واقعی اون ارتباط رو برقرار بکنن و به اصطلاح سفیر بشن، سفیر جامعه مدنی بشن. و فکر میکنم که واقعا به هدفم رسیدم اگر این یه همچین اتفاقی بیفته. کتاب برای اولین بار در برلین معرفی میشه سی نوامبر در برلین. دوستانی که علاقه دارن میتونن بیان و اونجا از نزدیک با گلینه آشنا بشن و با کتاب خونیش. و همین نکته دیگه یه هست در مورد کتابت یا بریم سراغ سوال بعدی؟ نکته که هست در مورد کتابم، شاید لازم باشه بگم که من هیچ گونه در تعریفم هیچ گونه قضاوتی نمی کنم در مورد فعالیت این خانوما، ولی خب من بعد از یه پیشنویس 800 صفحه‌ای و بعد از این تحقیقات یه سال و نیمی که کردم، خب معلومه که در کتاب به یه نتیجه میرسم و اون نتیجه گیری سیاسی و شخصی خودم خب اون یه چیز خیلی شخصی هستش که در واقع دوست دارم که به خواننده آلمانی ثابت بکنم که این خانوما، این کنشگران در واقع به قول آلمانی ها فیل در اتاق رو میبینن و اون فیل در اتاق اون موضوع همون اصلاح ناپذیری این سیستم هستش و این یه حقیقت خیلی تلخیه که من احساس میکنم که بیشتر کارشناسان آلمانی یا غربی ازش دارن فرار میکنن و نمیخوان ببینن و امید میبندن به گروهی که خودشو اصلاح طلب مینامه، اسم خودشو اصلاح طلب گذاشته. و ولی خب هیچ اصلاح پذیری اساسی من تو این سالها نتونستم مشاهده بکنم و این یه موضوع خیلی مهمی هستش. و دومین چیزی که خیلی مهم هستش انزوای این خانوما هستش، تنها بودنشون و اینکه در واقع داستان این خانوما، اصلا کلن داستان کنشگری زنانه در ایران خیلی زود محو میشه یا کم شمرده میشه و من خواستم که در واقع با نوشتن این داستان‌ها اینا حفظ بشه و خب دیگرانم تشویق بکنم که بیشتر بنویسن، چون ما متاسفانه قهرمان یا خوشبختانه قهرمان زیاد داریم تو جامعهمون که داستاناشون باید تعریف بشه. و اینی که یه جمله فقط راجع به کتاب بگم، اون چیزی که برای من تعجب آور بود در طی تحقیقات برای کتاب این موضوع استبداد، موضوع شکنجه نبود. موضوع این بود که در واقع در ایران یه اتفاقایی رخ داده و اتفاق میفته که من خیلی تعجب میکنم که این اتفاقات در رسانه های آلمانی و غربی بازگو نمیشه. و اینی که ما در واقع، من اگه مقایسه بکنم با سال 88 که ما چقدر راجع به این موضوع اون زمان صحبت کردیم، بعد اگه مثلا اتفاقات آبان دقیقاً آره آبان 99 بود دیگه، فکر 98 نه آبان 98 بود ببخش آبان 98 بود که من واقعا احساس میکنم که ما اصلا هیچی راجع به این موضوع نوشته نشد، اصلا بررسی نشد. اصلا اگه ما بخوایم گزارش مثلا بخونیم باید بریم تو گزارش های سازمان های حقوق بشری رو بخونیم. درسته. که اونم تازه کم پیدا میشه. و این بود که برای من خیلی دردناک بود که چرا ما دیگه این داستان ها رو روایت نمی کنیم. یعنی چی شده که اینطور شده که ما دیگه هیچ گونه علاقه ای نداریم که داستان های اونجا رو بازگو بکنیم. این برای من یه پدیده خیلی ترسناکی هستش. خب اگه خبرنگاری اینجا اینجوری پیش بره، ما اصلا دیگه به دنیای خارج نگاه نخواهیم کرد یا فقط نگاه میکنیم اگه واقعا یه اتفاقی بیفته که برای همه مشخص باشه. ولی تو این دوره و زمونه جمهوری اسلامی خیلی راحت میتونه اینترنت رو خاموش بکنه و خیلی راحت میتونه این پدیده ها رو بپوشونه.
و ما به عنوان خبرنگار الان وظیفمون اینه که این دنبال یه همچین مسائلی بریم و اینا رو تحقیق بکنیم و بازگو بکنیم و اینه که خیلی یعنی واقعا منو ترسونده که خب پس ما در واقع اصلا دیگه نمیخوایم به اونجا نگاه بکنیم و یا با سرمنشأ این موضوع نمیخوایم تماس برقرار بکنیم به خاطر اینکه یه ایده غلطی داریم از اینی که اگر ما با اینا تماس برقرار بکنیم شاید به ضررشون باشه، شاید ما این فعالان رو در خطر بندازیم، در حالی که برعکس ما اگر فقط از دیدگاه حکومت تعریف بکنیم این داستانو فعالانو در خطر میندازیم. در کنار نوشتن این کتاب امسال یک اتفاق مهم دیگه ای هم در زندگی خودت افتاد و اونم اینه که شغلت رو عوض میکنی. البته شغلت که نه، شرکتت رو عوض میکنی. نه من هنوز هم خبرنگار خواهم بود. خبرنگار میمونی ولی از آرده داری میری به شبکه ZDF و مدیر استودیوی قاهره میشی، یعنی دوباره برمیگردی به قاهره. درسته، دوباره به دنیای عرب برمیگردم. درسته. کی میری اونجا؟ جایی رو که ترک کرده بودم چندین سال پیش. قراره که از در واقع شروع سال آینده، سال 2022 کارم اونجا شروع کنم و خب درسته که با هیجان میرم و میدونم که اون زمانی که من اونجا بودم خب ما هنوز به راحتی میتونستیم به چند کشور سفر بکنیم، به راحتی که هیچ وقت راحت نبود، این کار همیشه سخت بودش، ولی خب شرایط اون زمان 10 سال پیش خیلی متفاوت بود با الان و به خاطر همین هم یه مقدار هیجان دارم. ولی کاریه که خیلی گرانبها برام هستش و دوست دارم انجام بدم. با وجود تمام سختی ها احساس میکنم که انگاری که یه وظیفه ای هستش که این کار رو انجام بدم. گلین با 5 سالگی اومدی آلمان، گرانبها خیلی یعنی دیگه باید فارسیت قوی باشه. چرا فارسیت اینقدر قویه؟ حتی مدرسه ایران هم که مدرسه نرفته بودی بسیار خوب مینویسی و بسیار خوب فارسی حرف میزنی، این چی کار کردی تو این قربت؟ در قربت؟ اوکی. نه من اتفاقا زیادم تماس به اون صورت با ایرانی ها نداشتم، یعنی من فارسیمو فقط با مادر پدرم تمرین ولی کردم. خیلی خوبه فارسیت. ممنونم، مرسی، لطف داری. ولی نه خب ایران شناسی خوندم و به خاطر همین درس ایران شناسی در دانشگاه من خب میبستی مقاله میخوندم، مقاله روزنامه میخوندم، نمیدونم اشعار حافظ میخوندم که البته از اون زمان به بعد اصلا دیگه نخوندم، از 25 سالگی به بعد اصلا دیگه به اون صورت، چرا شاید کم. درست. ولی من عاشق زبان هستم و عاشق آموختن زبان، تدریس زبان و الان دارم دوباره رو عربیم کار میکنم. آره دیگه مهمه. و واقعا دوست دارم یعنی زبان بخونم، دوست دارم روسی بخونم، دوست دارم یاد بگیرم و من فکر میکنم که زندگی عاطفی من هنوزم یه جوری به زبان فارسیه، به آلمانی نیست. و خب اکثریت دوستایی که من تو زندگیم دارم ایرانی هستن و باشون فارسی صحبت میکنم و همیشه به پارتنرم که آلمانی هستش همیشه میگم که درسته ما آلمانی با هم دیگه صحبت میکنیم ولی انگار که یه چیزی کمه، من همیشه باید یه مقدار فارسی صحبت بکنم و کنه یه چیزی کم میارم. فارسی یادش بدی. دقیقا درسته. قبل از اینکه به سوال آخر برسیم یه نکته ای رو باید بگم که گلینه بارها کاندید شده بود برای دریافت جایزه بهترین خبرنگار در آلمان و چند بار هم به عنوان بهترین خبرنگار در آلمان این جایزه رو بهش دادن. اگر ایران مونده بودی چی میشدی؟ اگر ایران مونده بودم چی میشد؟ سوال خیلی خوبیه که من چندین بار از خودم سوال کردم. احتمالاً در نمیدونم در سن 18 سالگی 20 سالگی 22 سالگی شاید از ایران خارج میشدم و میومدم و درسمو در خارج در غرب ادامه میدادم احتمالاً. پس به هر حال میومدی؟ احساس میکنم که احتمالاً میومدم به خاطر اینکه الان به خانوادم که نگاه بکنم چه طرف پدری که خب مذهبی هستن، چه در طرف مادری میبینم که
در واقع خانواده ها از هم پاشیدن و برام جالبه که ببینم که حتی توی خانواده خیلی مذهبی پدریم، خب در واقع اون نسل سوم بعد از انقلاب که حالا بگیم همسن من یا یه مقدار جوانتر از من هستن، حتی اونام در واقع اون اعتقاداتشونو میشه گفت کم و بیش از دست دادن یا اومدن اصلا خارج، یا میگم مثلا زندگی هاشون خیلی متفاوته با اون نسلی که انقلابو کردش. و من فکر میکنم که آره منم خب اینو ادامه میدادم و میومدم خارج احتمالا. نمیدونم چی میشد. مرسی گلینه عطایی عزیز که در مورد مهاجرتت به آلمان برای ما شهر دادی و گفتی، و امیدوارم که در کار جدیدت در قاهره موفق و موفق تر باشی. ممنونم و دوستان عزیز که به این کوچکست گوش دادید، از شما هم تشکر میکنم. اگه خوشتون اومد به دوستاتون معرفی کنید، اپیزودهای دیگر رو گوش کنید و تا اپیزود بعدی خداحافظ. شما خداحافظ. مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهاییست. عاشقونه است یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات، فقر میشم میرم تو جیبات، گرگ میشم میرم تو گلت. ای صد تا طرفدار داری، همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری. دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه قصم، اینه قصم، اینه قصم. من درد میشم میرم تو چشمات، عشق میشم میرم رو گونت، زلف میشم میام رو شونت، من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبهات، دود میشم میرم تو ریت. ای برق سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای برق سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای برق سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. احساسمو فریاد زدم،
حاضر سو وصله نازم